درود و درود، سلام. این برای عمامه. خب برای اینکه عمام گفت زانوش درد میکنه، بعدم همیشه به خاطر اینکه وقت برنامه من با برنامه هاش نمیخوره، خیلی از جو برنامه هامو نمیتونه نگاه کنه، ولی زانو درد داره. خب عمه جان، وقتی که شما صبح نمازتو میخونی، وقتی که سر سجده هستی که گفتی پاهاتو دراز میکنی، که همون کاری که من گفتم میکنی، ولی این کارو بکن، پاهاتون رو دراز کنید، قشنگ روی زانوتون رو اینجوری ماساژ بدید، ولی این ماساژ رو هیچ وقت اینطوری ندید، از اینجا بیارید بالا، بدید بیارید دوباره اینجا، دوباره اینجوری ماساژ بدید بیارید بالا، دوباره به این صورت ماساژ میدید میارید بالا. پشت زانوتون همیشه باید به زمین بخوره، سعی کنید به زمین بخوره. بعد وقتی که دارید ماساژ میدید پاتون رو، گفتید مغز و استخونم درد میکنه، گفتم این مغز و استخون رو شما اگه ماساژم بدید اینطوری 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 اینجاهاشو به این صورت اشکال نداره، اینجا رو گرم کنید، حالا با روغنم اشکال نداره، روغن یه خود چرب باشه، ولی باید ماساژ بدید. اینو ماساژ میدید، بعد کاری که میکنید حتما این دستتون رو بذارید به اینجای پنجه های پاتون، پنجه ها رو بکشید جلو، این پاشنه پا رو بکشید عقب. وقتی این کار رو میکنید، سعی کنید ماهیچه های پاتون رو با این زانوتون رو با این ماهیچه هاش نگه دارید، بعد بشمرید، بگید 1 2 3 4 5، بعد یواش اینو ول کنید، بعد بشینید پشت. خب ببینید اینو که ول میکنم اینطوری میکشم، خب دستتون رو بذارید پشت، خودتون رو بکشید، دوباره این کار رو بکنید. وقتی هم دستتون رو میذارید پشت خودتون میشه، پاهاتون رو اینجوری بکشید، بعد دوباره اینو صافش کنید. خب شما این کار رو برای پاهاتون انجام بدید که میگی زانوم درد میکنه، حتما زیاد چارزانو اینا نشینید، ولی این زانوی پاهاتون رو حتما انجام بدید. کار دیگه ای که میکنید، حتما حتما این پنجه‌های پاتون رو اینجوری جمع بکنید که این پنجه ها نوکش بخوره به زمین، زیر دست زیر پاتون اینطوری خالی باشه. بعد اینم میشمرید 1 2 3 4 5، بعد اینطوری صافش میکنید. اگر سعی کنید، اگر نمیتونید، اولش یه خود با دستاتون اینا رو اینطوری حالت بدید، نذارید انگشتاتون روی هم بیفته به این صورت. بعد حتما یه کار دیگه ای که میکنید، به این صورت پاشنه های پاتون به هم بزنید، دستتون بذارید پشت، یا اگر هم میخواید به دیوار هم تکیه بدید اشکالی نداره، بعد این پاتون رو صاف کنید، اینا رو به این صورت به هم بزنید. خب برای این قوزک باید چون اگر پاهاتون رو پنجه ها رو ماساژ بدید، ورزش بدید، وقتی وای میسید و راه هم میرید، ساق پاتون هم کمتر درد میگیره. خب این کار رو انجام میدید، بعد حتما حتما این دوتا پاشنه ها رو بذارید، دستتون رو اینجوری نگه دارید، این انگشت پاتون هم اینجوری بکنید. خب پنج تا میشمارید، 1 2 3 4 5 تا، بعد این دو طرف میاد بیرون همیشه دیگه، این دوتا رو برعکس بزنید. خب کار دیگه ای که میکنید عمه جان من، همیشه دستاتون رو ماساژ بدید، همیشه. اگر یه دستمالی چیزی هم تو آشپزخونه میشورید، وقتی دارید تلویزیون تماشا میکنید، این دست انگشت ها رو برعکس حالتش بدید، برعکس بچرخونید، بعد این دو تا انگشت رو اینجوری نگه دارید، این هم اینطوری بکشید. خب این ماساژ ها رو حتما برای دست و پاتون انجام بدید. برای زانو کار دیگه ای که میکنید، اگر میتونید بکنید که پاتون رو اینجوری نگه دارید، این زانو رو یواش تا هر جا که میتونید بلند کنید. خب چند بار اینو بلند کنید، بعد بذارید زمین، بعد چند بار اینو بلند کنید، ورزشاتون رو خیلی آروم بکنید، ولی برای زانو فقط همینه که همینه با همین. دوستتون دارم فراوان. میریم ما هم الان میریم عمه جان برای ورزش ساعت 7 تا 8 مون.